رستم میرلاشاری موسیقیدان از سوئد همراه ما هستن. آقای میرلاشاری، این روزها ما شاهد خشونت عیان جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان هستیم، اما ابتدا از جمعه خونین زاهدان بیشتر به ما بگید که هرچه میگذره ابعاد بیشتری از فاجعه اون روز داره مشخص میشه. مولوی عبدالحمید گفته 100 نفر در اون روز به ضرب گلوله کشته شدن، اما آیا آمار دقیقی داریم از کشته شدگان اون روز و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ سپاس بیکران. من اجازه بدید بگم که خدا نور رو به تیرک تحقیر بستن، اما موقع عروج مظلومیتش تمام جهان رو تکون داد. ببینید، گرفتن آمار در ایران در کل و در بلوچستان به طور ویژه کار بسیار سختیه. بخشی از مردم بلوچ در واقع به این دلیل که هرگز اعتماد نکردن، نداشتن به واسطه جفاکاری هایی که حکومت اسلامی کرده در حق مردم، هرگز اعتماد نمی کنن که زخمی هاشون رو به بیمارستان ببرن. می ترسن از این که بابت جنازه ها ازشون پول دریافت کنن. می ترسن به این بابت که چون شناسنامه ندارن بخشی از این خانواده هایی که در محلات حاشیه‌ای زاهدان زندگی می کنن، خانواده های اینا رو اذیت کنن و از ایران دیپورتشون کنن، پرتابشون کنن به ناکجا آبادی که به هر حال هیچ کسی دیگه دستشون بهشون نرسه. اما آمار به هر حال 91 نفر شناسایی شده و این 91 نفر تایید شده هستش. منتهی مراتب بر اساس اون آشنایی که به هر حال من دارم و بلوچای در واقع آواره شده به بقیه نقاط دنیا دارن، میدونیم که این بیشتر از این آمار بیشتر بالاتر از 91 نفره و تو تماسای به هر حال اینستاگرامی، فیسبوکی، تلفنی که ملت میتونن با من تماس بگیرن مینویسن که تعداد کشته ها بیشتر از اینه. چرا جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خشونت و خونریزی بیشتری رو انجام میده؟ به این واسطه که حکومت مذهبی ایران یک حکومت در واقع سکت مانند، یک حکومت یک جمع کوچکی با یک برداشت ویژه از حالا اون ایدئولوژی که ازش نام میبرن دارن و هیچ کسی هیچ تفکری دیگه ای رو، هیچ نگاهی دیگه ای رو بر نمیتابن و به همین دلیل خب با همه کسانی که از خود نیستن و این تعریف رو ندارن که اونها دارن از مذهب، از اسلام اثر مخالفت در میان. بعد به طور ویژه خب بلوچا جامعه متعلق به جامعه اهل سنت ایران هستن و این جفاکاری نسبت به این بخش از مردم ایران از توی خود قانون اساسی تا واقعیت عملی در زندگی روزمره مردم دیده میشه. بلوچا رو به این دلیل که در واقع هیچ گونه تعلق خاطر روانی به حکومت ندارن، حکومت هر زمان که دستش رسیده به هر حال با وحشیانه ترین شکل بهشون برخورد کرده. و نکته بعدی رو که من احساس میکنم که از این قتل عام، چون کشتار معمولی نبوده که در اونجا انجام گرفت، از این قتل عامی که نسبت به جامعه بلوچ کردن، هدفشون اینه که بلوچ ها رو عصبانی تر بکنن و وادارشون بکنن که حالا در همون شکلهای به اصطلاح خودجوش مردمی دست به اسلحه ببرن و با اینا نه از در اعتراضات به هر حال که بیشتر فرم مدنی داره بیان بیرون و یعنی منطقه درگیر به یک درگیری نظامی بشه و اینا بر بستر این درگیری ها درگیری شیعه و سنی را بندازن و این گوهری رو که در واقع مردم ایران به اتکا با این نسل جدید پیدا کرده دوباره به زندگی روزمرهش برگردونده و اون اتحاد این اتحاد رو بشکنن و قتل عام رو به بقیه جاهای ایران هم ببرن. بنابراین بلوچا حلقه ضعیف در واقع این تئوری به نظر من حاکمان موجود در جمهوری اسلامی هستن. اونا میخوان که بلوچستان رو درگیر کنن و درگیر مسلحانه بکنن، مردم رو وادار به
دست بردن به اسلحه ببرن برای اینکه زمینه رو آماده کنن برای سرکوب مشابه در بقیه جای ایران. متشکرم از توضیحاتتون. رستم میرلاشاری موسیقیدان از سوئد همراه ما بودیم. سپاسگزارم.